برخی از خانم ها به این باورند که اگر در قلمرو اتحادیه اروپا زایمان کنند به نحوه اجازه اقامت یا پناهندگی دریافت می کنند. آیا این تصور واقعیت دارد؟ بیایید در این باره صحبت کنیم. با بررسی حقیقت امروز خوش آمدید. هیچ تضمین یا قانون سراسری وجود ندارد که بر اساس آن اگر یک خانم در یک کشور دیگر زایمان کند حق اقامت به دست آورد. بر اساس قوانین برخی کشورها شاید فرزند شما بتواند به دلیل محل تولد حق شهروندی و ادغام در جامعه را دریافت کند، اما شما به عنوان والدین احتمالاً از هیچ گونه مزایا بهره مند نمی شوید. در واقع دو نوع قانون در این زمینه وجود دارد که اصل خون و اصل خاک نامیده می شوند. بر اساس اصل خاک، فردی که در یک محل به دنیا آمده باشد می تواند از حق اقامت یا شهروندی برخوردار شود. در کشورهایی که از اصل خون پیروی می کنند، فرزند ملیت والدین را دریافت می کند. بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا بر اساس اصل خون تصمیم می گیرند. شماره اندکی از کشورها هستند که به صورت محدود از اصل خاک پیروی می کنند. اما در این کشورها هم طفل از مزایای حق اقامت بهره مند می شود و در مورد والدین او هیچ تضمینی وجود ندارد. اگر شما باردار هستید یا قصد دارید که حامله شوید، آخرین کاری که احتمالاً شما انجام می دهید این خواهد بود با سپری نمودن چندین ماه در مسیر مهاجرت، حیات خود و کودک تولد ناشده را به امید رسیدن به یک زندگی بهتر در یک کشور خارجی با خطر مواجه خواهید کرد. اگر در یک کشور دیگر به غیر از کشور خود زایمان کنید، دست کم در اتحادیه اروپا در دوران بارداری و مدت پس از زایمان از مزایای قوانین محافظت از مادران بهره مند می شوید. اما در اکثر موارد شاید یک یا دو سال اجازه اقامت در آن کشور به شما داده شود و به احتمال زیاد در دراز مدت تغییر در وضعیت شما رونما نخواهد شد. شما نمی توانید از طریق نوزادتان که در اغلب موارد از آن به عنوان لنگر نوزاد یاد می شود چشمانداز واقع بینانه برای دریافت حق اقامت داشته باشید. شما نخواهید توانست که از این طریق دورنمای واقعی اقامت را برای خود و فرزند خود تضمین کنید. این بود داشته های این برنامه. تا بار دیگر، بدرود.